به امام رضا میگیم امام رؤوف. اولا امام رؤوف گفتن به امام رضا، با اینکه همه ائمه رؤوفن، چه خصوصیتی داره که به این امام میگیم امام رؤوف؟ اینو شاگردان علامه طباطبایی ازشون سوال کردن. علامه طباطبایی فرمود به خاطر اینکه رأفت امام رضا حسیه، خیلی زود میرسه، خیلی زود میبینی رأفتش، بالحسه. اون وقت آیت الله آقای وحید خراسانی ایشون میفرمودن که امام رضا دو تا رأفت داره، دو تا رحمت داره، مثل وجود مقدس پروردگار عالم که یه رحمت رحمانیه داره که همه رو فرا گرفته، یه رحمت رحیمیه داره که فقط برای بعضی از مهمون خصوصیای حضرته. اون رحمت رحمانیش که همه رو فرا گرفته، ببینید چیه که حتی مأمون اومد پیش امام رضا، مأمون اومد پیش امام رضا گفت آقا من یه فرزندی میخوام داشته باشم از یکی از این کنیزان، از اون میخوام فرزند داشته باشم، فرزنددار نمیشم. امام رضا علیه السلام فرمود تلدو، تلدو یعنی به دنیا خواهد آورد، تلدو. که مدتی نگذشت، همون یک سالی که به هر حال این بچه تو بغل مأمون بود و خدمت حضرت رضا بود. این رحمت رحمانیه امام رضا است که همه رو گرفته، حتی شامل دشمنش هم میشه. اما امام رضا یه رحمت رحیمیه داره که رفقاش رو میگیره. خودش فرمود، همه تون شنیدید، اونایی که به زیارت من میان من سه جا دستشون رو میگیرم، سه جایی که وحشتناکه ها، سه جایی که وحشتناکه، عند تطاؤر الکتب و عند الصراط و عند المیزان. اون موقع که نامه عمل رو به دستمون میدن، یه مرتبه 60-70 سال عمرمون در مقابلمون پیداست، ذره ای از اعمالمون نه کم شده نه گم شده. خیلی شرمندگی دیگه، خیلی خجالته، خیلی صحنه حساس. امام رضا فرمود من اونجا میام پیش زائران، من اونجا دستشونو میگیرم. یکی دوم اینجا عند الصراط، اون موقعی که از صراط که وانفسای همه بلنده، فریاد وانفسای همه بلنده، امام رضا علیه السلام فرمود من میام دست شیعیانم و زائرینم رو میگیرم. و عند المیزان، اون موقع که اعمال ما رو تو میزان میگذارن، اما میزان قیامت ترازو نیست، اعمال ما رو با میزان الاعمال یعنی امیرالمومنین میسنجن، السلام علی میزان الاعمال. اون وقت اعمال ما پیش اعمال امیرالمومنین دیگه چیش میمونه؟ امام رضا علیه السلام فرمود اونجا هم من میام دست میگیرم. ما چه میدونیم اومدن در جوار مطهر امام رضا علیه السلام یعنی چی؟ اینجا مرکز مقاومت هست.